نه به تعصب و نژاد پرستی موضوع 15مین دوره جشنواره فیلم‌های مستند یک دنیا بود، موضوعی که با تاکید بر شعار از برابری نترسید بیشتر خود را نشان می‌داد. جشنواره حقوق بشری یک دنیا امسال هم پای 132 فیلمساز و تهیه کننده فیلم‌های مستند را به جمهوری چک باز کرده بود. برخی کارگردان‌ها با فیلمی علیه نژادپرستی و تبعیض به جشنواره آمده بودند و برخی دیگر هم تلاش داشتند تا تصویرگر جوامعی باشند که در آنها تعصب جای خود را به مدارا داده است. I would say like 10 of the 13 films are foreign documentary films. میتونم بگم 10 فیلم از 13 فیلم برگزیده رو فیلم‌های مستند خارجی جهان تشکیل میدن. برای نمونه فیلم مرا کوچو صدا بزن، یک فیلم اوگاندایی درباره دگرباش حراسی تو کشور اوگاندا و تشویق به کمک رسانی به دگرباشان تو این کشور هست. امسال فیلم دیگه‌ای داریم به نام صداهای ممنوعه. این فیلم فقط درباره ایران نیست، اما یکی از قهرمانان اصلی این فیلم یک وبلاگ نویس ایرانیه. فیلمی هم از کشور افغانستان به دست ما رسیده که شاید براتون جالب باشه. فیلمی به نام افغانستان من و فیلم دیگری به نام برق در زندان لازم نیست، کار مشترک دو کارگردان سوئدی ایرانی تباره. فیلم کوتاهی به اسم پستچی هم داریم که درباره یک پستچی در شهر کابل هست. فیلم کوتاه دیگری هم از افغانستان در بخش مستند برای کودکان به نمایش در میاد که اسم این فیلم مدرسه کالوست و درباره مدرسه رفتن یک دختر بچه در افغانستان هست. نام‌های ایرانی دیگری هم در میان دست‌اندرکاران فیلم‌ها به چشم می‌خورد. آرش ریاهی، کارگردان اتریشی ایرانی تبار، با فیلم همه چیز خوب نخواهد شد در جشنواره حضور داشت و کارهای نقاشی متحرک یکی از بحث برانگیزترین فیلم‌های 15مین دوره جشنواره یک دنیا، اردوگاه شماره 14 را علی سوزنده انجام داده بود. مستندی که بر مبنای زندگی جوانی بازسازی شده که از اردوگاه‌های کار اجباری در کره شمالی گریخته است. در حاشیه جشنواره هم سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر فرصت داشتند تا به معرفی فعالیت‌های خود بپردازند. این جشنواره مأموریتش رو به خوبی انجام داده و خیلی خوب کار کرده، چون اولین مسئله‌ای که این جشنواره مد نظر قرار داده اطلاع رسانی به مردم عادیه تا به این وسیله اونها رو به موضوعات حقوق بشری عمیقاً علاقه‌مند کنه. در ادامه ممکنه اونا بخوان اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنن و حتی در مرحله بعدی تلاش کنن برخی چیزها رو تغییر بدن. در شب اختتامیه جوشا اوپنهایمر، کارگردان دانمارکی، توانست جایزه بهترین فیلم را برای کارگردانی کمدی بزن به کوب اقدام به قتل دریافت کند. این جایزه در نبود او به وابسته فرهنگی سفارت دانمارک اهدا شد. جایزه بهترین کارگردانی هم به لیدا دودا از لهستان به خاطر کارگردانی فیلم بحث برانگیز گرفتار رسید، مستندی درباره کودک آزاری. این یک بحث داغ همیشگیه که کدوم شیوه پسندیده تره. ساخت فیلم مستند داستانگونه با نگرش یا برداشتی هنرمندانه یا شیوهی که صریح و قاطع پیامش رو با تماشاگر در میون میذاره. بعضی وقتا پیش میاد با مستندی برخورد میکنیم که از نظر هنری و تکنیکی خیره کننده نیست، ولی پر از اطلاعات درباره موضوع مشخصیه، به ویژه در زمینه حقوق بشر و موارد نقض اون. خب طبیعتاً تصمیمی که آدم میگیره متفاوته. اینکه چه جوری میشه بین برداشت و شیوه هنری تکنیکی و مسائل حیاتی حقوق بشر تعادل و هماهنگی برقرار کرد، بحث بنیادین این جشنواره است. کیفیت فیلم ها خیلی عالی بود، چون فیلم هایی که انتخاب کرده بودن واقعا فیلم هایی بود که از نظر کیفیت خیلی بالایی داشت. اما جایزه حقوق بشری واسلاو هاول به فیلم بحرین کشور ممنوعه ساخته استفانی لامور از فرانسه تعلق گرفت که این جایزه در نبود کارگردان به نماینده انستیتوی فرانسه تحویل داده شد. بحرین از ایلند، an island located between Saudi Arabia and Iran. در مستند بحرین کشور ممنوعه کارگردان تلاش کرده است تا تصویری روشن از مبارزه ها و اعتراض های اکثریت شیعه این کشور علیه تبعیض اقلیت سنی حاکم نشان دهد.
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های مستند یک دنیا با تقدیر از برگزار کنندگان آن به کار خود پایان داد.